با این ویدیو در مورد امارات میخوام پشماتون رو بریزم. امارات کشوری که قانون مجازات زنا رو حذف کرده و روسبیگری و تنفروشی رو مجاز کرده و به فرزندان نامشروع زنازاده شناسنامه میده. جدیدن هم در دبی کنفرانس‌های برای همجنسگرایان برگزار میکنه و جشنواره‌های آبجو در دبی را انداخته. با ما همراه باشید. در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای مذهبی روسبیگری یکی از مسائلیه که توسط دولت ممنوع شده. چه روسبیا در مکانهای بسته باشن و چه در مکانهای عمومی. در هر شهر دنیا هم مکانهایی وجود داره که آشکارا برای روسبیگری ازشون استفاده میشه و شهروندا هم اونا رو میبینن، اما برای اینکه براشون دردسر نشه از این مکانها سخنی نمیگن. امارات چگونه تبدیل به بزرگترین مرکز فحشا در جهان شد؟ یکی از کشورهای مشهور در زمینه تجارت فساد و فحشا که از دهه‌های گذشته نام اون بر سر زبان‌ها افتاد و مقصد گردشگران جنسی از سراسر جهان محسوب میشه، امارات متحده عربیه که ظاهراً تنفروشی رو غیرقانونی اعلام کرده بود، اما اکنون شرایط به گونه دیگری رقم خورده. این امر به ویژه پس از انجام توافق عادی سازی میان این کشور و رژیم صهیونیستی که با سیل عظیم ورود صهیونیست‌ها به دبی همراه بود کاملا آشکار شد. جایی که گردشگران اسرائیلی به گفته خودشون صرفاً با هدف تفریح در مراکز فساد راهی امارات میشن. روسبیگری آزادانه در دبی. در این میان دبی به عنوان یکی از بارزترین جاذبه‌های توریستی امارات، مهمترین کانون فحشا و فساد در این کشور محسوب میشه و خدمات متعددی در این زمینه در اختیار گردشگران قرار میده. دبی در طول چند سال اخیر از یک روستای سنتی به کانون مالی و گردشگری خلیج فارس با مالیات‌های پایین تبدیل شده و به مکانی بسیار جذاب برای تفریحات شبانه در مقایسه با سایر کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. بارهای واقع در دبی سرشار از مردانیه که در حال نوشیدن مشروبات الکلی هستند و یا زنانی که دامنهای کوتاه بر تن کرده اند. تجارت زنان و دختران در بین تجار اماراتی به یک امر متداول تبدیل شده و هر روز اخبار متفاوتی در این خصوص به گوش میرسد. شاهکار جدید حاکمان امارات حذف قانون مجازات زنا. اوایل سال 2020 بود که امارات متحده عربی یه بار دیگه قوانین اسلامی رو بررسی میکنه و میگه که میخوام برخی از ممنوعیت ها رو بردارم، از جمله مصرف مشروبات الکلی و شروع زندگی مشترک بدون ازدواج بود که این موارد رو مجاز اعلام کرد. در قوانین جدید شهروندان 21 سال به بالا میتونن هم مشروبات الکلی رو بفروشن و هم مصرف کنن و قوانین مربوط به جریمه و مجازات مشروبخواری لغو شده. خلاصه که حذف قانون زنا و صدور مجوز برای زندگی مشترک بدون ازدواج که اصطلاحاً به عنوان ازدواج سفید شناخته میشه، یکی دیگه از مظاهر تابوشکنی‌های امارات برای ترویج فساد بوده. بر اساس قانون‌های جدید، زوج‌های اماراتی بدون ازدواج میتونن زندگی مشترکشون رو زیر یه سقف آغاز کنن و از حقوق قانونی برخوردار باشن. همچنین روزنامه تایمز در آوریل سال جاری میلادی گزارش داد که قانون مجازات زنان به دلیل بارداری بدون ازدواج در امارات لغو شده و به این ترتیب زنانی که در امارات به صورت غیر شرعی باردار میشن دیگه مجبور به فرار از کشور یا سقط جنین نیستن. فرزندان نامشروع در امارات شناسنامه دریافت میکنن. بر این اساس پدر و مادر این فرزندان در حالی که ازدواج رسمی خودشون رو ثبت نکردن میتونن برای اونا شناسنامه دریافت کنن. حبیب المولا وکیل برجسته اماراتی در دبی در این خصوص گفت شما دیگه نیازی به ارائه سند ازدواج ندارین و تنها باید درخواست دریافت شناسنامه برای فرزند خودتون رو ارائه بدید. کاربران اماراتی در شبکه اجتماعی با ابراز انزجار از این تغییرات در کشورشون اون رو یه رسوایی بزرگ توصیف کردن. دبی میزبان کنفرانس همجنسگرایان، اما در شبهای قدر. مدتی بعد از این تغییرات در ژانویه 2021 بود که شیخ نشین دبی میزبانی کنفرانس بین المللی درباره همجنسگرایان رو در 24 و 25 ماه مبارک رمضان بر عهده گرفت. این اتفاق بازتاب زیادی در رسانه‌های اجتماعی داشت و کاربران عرب زبان رو خشمگین کرد. خالد الترانی کاربر عرب با انتشار توییتی گفت من متوجه می‌شوم امارات که در نهایت اخلاص و صمیمیت با رژیم اشغالگر عادی سازی کرده می‌تواند میزبان کنفرانس همجنسگرایان باشد،
اما نمیفهمم چرا در ماه مبارک رمضان و چرا در شبهای قدر شیب تند فساد در امارات. فساد و بیبندوباری در امارات که از مدت‌ها پیش در ابعاد مختلف گسترش پیدا کرده بود، از زمان امضای توافق عادی‌سازی میان امارات و رژیم اشغالگر صهیونیستی با شیب تندی در حال حرکته و صهیونیست‌ها دبی رو مکانی جذاب برای هر نوع تفریح خارج از چارچوب اخلاقی می‌دونن. مدت کوتاهی پس از علنی شدن روابط ابوظبی و تل‌آویو، درهای مراکز فحشا در دبی به روی اسرائیلی‌ها باز شد و رسانه‌های صهیونیستی شروع به انتشار گزارش‌های متعدد از زبان گردشگران اسرائیلی در دبی کردند که با هیجان بالایی از اقدامات غیر اخلاقی خود در خیابان‌ها و هتل‌های دبی می‌گفتند. روزنامه صهیونیستی در این زمینه با انتشار گزارشی نوشت: پشت پوسترهای طراحی شده برای سفر گردشگری به دبی یک حقیقت تاریک نهفته است. این حقیقت که مردان اسرائیلی هدف جدیدی برای مسافرت‌های بی‌بندوبارانه خود یافتند و با این کار خود توانستند رونق جدیدی به صنعت تنفروشی در این نقطه از جهان بدهند. اکثر اسرائیلی‌ها نه برای تجارت و نه حتی برای گردشگری و دیدن صحرا به دبی نمی‌روند، بلکه هدف اول و آخر اونا فحشا است که امارات برایشان فراهم کرده. این روزنامه در گزارش دیگری با عنوان اینجا دبی است، بزرگترین فاحشه‌خانه جهان، نوشت: آنچه اتفاق می‌افتد، توافق‌نامه‌های صلح با امارات متحده عربی دبی را به مقصدی هیجان‌انگیز و عجیب برای جوانان اسرائیلی تبدیل کرده. آنچه در پشت پرده این تصاویر اتفاق می‌افتد، مقصد گردشگری جنسی، تشریفات و مهمانی‌های جنسی مردانی که با هزاران دلار از اسرائیل به دبی رفت. در ادامه گزارش اینطوری اومده که جوانان اسرائیلی دختران جنسی رو در دبی با توجه به رنگ، شکل و سلیقه دلخواهشون انتخاب می‌کنند. در ادامه خبرنگاران اسرائیلی مصاحبه‌های گوناگونی با جوانان صهیونیست انجام داده و به این نتیجه رسیدن که دبی از نظر اونا بزرگترین مرکز فساد و تنفرشی در دنیاست. این در حالیه که خود تل‌آویو یکی از کانون‌های فحشا در جهان به شمار میاد. حالا فکرشو بکنید، امارات دیگه چطور بوده که این اسرائیلیا گفتن اینجا مرکز فحشای جهانه. یک تاجر اسرائیلی هم گفته تجارت فحشا از زمان ورود به فرودگاه دبی آغاز میشه و در داخل فرودگاه هم افرادی هستن که به شما پیشنهاد میدن و جوانهای اسرائیلی رو میبینی که بر سر قیمت زنان تنفروش بحث میکنن. خب، ویدیومون به پایان رسید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جذاب بعدی ما رو از دست ندید.